Selam. Mamdur budum ki çubak purguyu kam meşhur. Selam. 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 Ama pader kalana همیشه پرگو هستن، زیاد میگن. ما هم جز از اون کسا هستیم. خوب هستین. تشکر استاد، بفرمایید. خوش آمدید. سلامت باشین. خب ان شاء الله که همه خوب و سر حال باشن، صبح همه بخیر باشه و شما هم بسیار خوش شدم که باز هم شما را میبینم و از پرگویتون لذت میبرم. زنده باشین، سلامت باشین همیشه. رشته کلام که با استماع بفتم یک دنیا پر میگیم. یک سلام همونطور از صدق دل سلام روشن برای تقدیم میکنم. تشکر، علیک السلام. امروز به عنوان روشنگری امو حس روشن، محبت و صمیمیت و بالاخره دید روشن نصیب همه ما شوه و همدیگر تا آخرین جاده ای زندگی روشن ببینیم و این بسیار یک حس و حال بسیار خوبی داره. انشاءالله که نصیب همه باشه. انشاءالله. موضوع امروز از روشنگری چی هست؟ چی چیزا میخوایی که بر ما روشن بسازی؟ خود روشنگری رو میخوایم کمی توضیح بدیم، بعد از او این رو بیاریم در زندگی خود ما ببینیم در زندگی ما چقدر هست، در جامعه ما چقدر هست و تا چی حد ما روشن هستیم. روشنگری یک مفهوم به یک معنا اروپایی بوده، گرچه ترجمه شده هست، به معنای ازی که در یکی از قرنهایی که در اروپا گذشت، دور رنسانس بعد از او و پیش از او، تلاش بر این بود که افراد و مردم امو جامعه بتانند تا آخر در روشنایی برای آزاد زیستن، به خاطر ترقی و پیشرفت، به خاطر مردمی زیستن، به خاطر فرهنگی زیستن فکر بکنن و زندگی بکنن. روشننگری اشاره به یک دوره تاریخی داره در اروپا که او دوره مردمش میگن زندگی را و اهداف زندگی را و موارد زندگی را روشن میدیدن تا دورهای پیشتر. به یک معنای دیگه روشنگری میگن مبارزه است در مقابل کسایی که تاریک میدیدند در او دوره. یعنی اگر برنامه های برای زندگی داشتن، او برنامه ها رو روشن نمیتونستن توضیح بدن یا ببینن، نمیتونستن تا آخر اهداف او برنامه را روشن کنن. برای خودشان معلوم نبود کجا میرن، مسیری که طی میکردن بسیار قابل فهم نبود و در حالت دوگماتیزم میگن، یکی از فکرها و مکاتب هست که ابهام دارن، تاریکی دارن در داخل خود. تا یک قسمت روشن هست از به اون طرف معلوم نیست کجا میرن. روشنگری اصلا روشننگری هست، یعنی دیدن روشن مسیری را که ما دو میخواییم حرکت بکنیم تا آخر میتونیم استدلال بکنیم و تا آخر برش منطق داریم، تا آخر میتونیم به اون مبارزه بکنیم و میارزه که اون مسیر طی بکنیم. پس امروز هم این ارزش باید وجود داشته باشه بین ما؟ از نظر نحوه زندگی کردن و از نظر مواردی که در گزینه های اهداف زندگی وجود داره، مثل آزادی که هر نوع قربانی برش میارزه، مثل ترقی و پیشرفت، از این نظرها ما باید روشن نگر باشیم. یعنی ما باید دید ما روشن باشه، ما باید آزادی رو بتونیم توصیف بکنیم، تعریف بکنیم، بر خود تشخیص بدیم، به خاطر از او مبارزه کرده بتونیم و تا آخر بتونیم به خاطر از او منطق و دفاع داشته باشیم. از این خاطر ما امروز هم باید اهلی باشیم و نسلی باشیم و گروهی باشیم که در حمایت از روشن نگری فعالیت میکنیم و روشن نگر باشیم در رابطه با زندگی و جهان. امروز باید او گزینه های تاریک ما را در خود گرفتار نکنه که قابل دفاع نیستن و ما را هم به طرف دوگماتیزم میبرن، به طرف متحجر شدن میبرن. به طرف چه گزینه بوده میتونه این گزینه های تاریک، زمانی که از تاریک صحبت میکنه؟ ببینید، ایدئولوژی ها در قدم اول اگر بسیار سخت نشوه، نحوه فکرهایی که به خاطر منفعت یک گروه، یک طبقه، یک طرف زیاد را به قهقرا میبره، به چخوری ها مندازه با خودش. آیا به نظر به جامعه ما تانسته مبارزه بکنه با او اهداف روشن نگری خود دست پیدا بکنه؟ از دو تا چی دارم، دو تا حرف دارم. بله. خوشبختانیش ای که بله، ما در دورهای داشتیم کسایی که فقط اشخاصی بوده که روشن میدیدن و به خاطر روشن نگری کار میکردن و از او جمله محمود طرزی، ژورنالیست بسیار مشهور افغانستان. بله. نویسنده تاریخی افغانستان قابل یادآوری هست. بعضی شخصیت های دیگه هم که در راستا هستن، ولی بخش تأسفش این است که خیلی کمتر بوده. ما عموما مبارزه با روشن نگری را زیاد داشتیم تا خود روشن نگری و این حالت های عرفی هست، حالت های تاریخی هست، حالت های مربوط به فرهنگ اجتماعی ما، فرهنگی ما هست که در حد یک شعار بودم.
بله شعارم بوده استفاده کردن ازش در حد سیاست استفاده کردن ازش و در زندگی عمومی کمتر بوده تا امروز هم بسیار کمتر هست. شما اگر بخواید بسیار روشن‌تر در یک جای صحبت بکنین، بسیار واقع گرایانه صحبت بکنین، با دید ایدئولوژیک، با دیدهای خیالی و انتزاعی روبرو بشین که بسیار راحت پرت میکنن، دور میندازن و مقابله میکنن و توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نظر من بسیار بدش باز اینجاست که اینها رو به نام دین میکنن. پس یعنی پس رو پوشش میدن، میگن که این عقیده است، یعنی در حالی که عقیده هم اینقدر باید دوگم نباشه، اینقدر تاریک نباشه. عقیده به نظر من قابل توصیف است، قابل تبیین است، عقلا قابل دفاع است تا جاهایی که وجود داره و این اشخاص به خاطر که خود او پنهان بکنن، نه مثلا باز برخوردهای ایدئولوژیک میکنن، باعث رشد موانع چی میشه، رشد عقلانیت در جامعه ما میشه که خود عقلانیت اجازه نمیدن که رشد بکنه در جامعه ما. و عقلانیت یکی از مهمترین عناصر بگوییم یا یکی از رنگهای روشننگری بوده، تا که عقلانیت نبوده روشننگری هم نمیتونه باشه یا نبوده. پس این ارزش امروز ما باید به شکلی در زندگی خود داشته باشیم. بله به شکلی باید داشته باشیم، علی هر گونه ای که ممکن هست، هر قدری که ممکن هست. ما تاسف میکنم که ما در مقابل تحلیل روشن واقع شده باشیم. امروز هم شما ببینید در بسیاری از رسانه های ما، در بسیاری از افکار ما، در بسیاری از تحلیل های ما، در بسیاری از گفتارها و خطابه های ما، در بسیاری از مجالس ما، روحیه که حاکم است روحیه دوگم است، تاریک است، متحجر است، بسته است. یک قسم احترام نسلی، احترام اخلاقی، احترام جنسیتی از ما میخواهد که ما باید از او احترام بکنیم، باید هیچ مقابله نکنیم، هیچ اصلا سوال نکنیم و به یک نحوی سرکوب میکنه او گزینه هایی را که ما را به ما کمک میکنه که رشد عقلی بکنیم. این وضعیت از بسیار بد و ناهنجار اصلا. برعکسش این است که ما بتانیم در هر سنی، در هر جایی، با هر جنسیتی، با هر وضعیتی او گزینه های روشن انگشت بمانیم، سوال هایی که میتونه به ما کمک بکنه که بعد عقلی در وجود ما رشد بکنه، ما سنجشی تر شویم بیشتر، روشن تر شویم بیشتر، اونا رو باید چی بکنه. کانت میگفت، بسیار جمله زیبا داره که در او وقت میگن امی خود سواله که روشن نگری چیست در قرن 17 و 18 بسیار مطرح شده بود. قرن 17 یکی از اهل کلیسایی رو مطرح کرده بودم، آدم مذهبی مطرح کرده بود. باز در جواب ازی بسیار دانشمندا کوشش کردن جواب بدن، یکی از او کانت است، مانوئل کانت، فیلسوف بسیار مشهور آلمان. او بسیار چیز جمله بسیار زیبا میگه، میگه که روشننگری یعنی ای که آدم از نابالغی عقلی بیرون بره، یعنی به بلوغ عقلی خودش برسه. یا تکمیل جملهش بازی است که ما جرأت داشته باشیم در استفاده از فهم خود، او چیزی که فهمیدیم پوره بتونیم استفاده بکنیم در زندگی روزمره خود. خصوصا اگر این وضعیت بد است که از این نظر که ما چیزهایی را میفهمیم اما جرأت عملی کردن از برای زندگی خود نداریم. اگر یک پیوند بتیم این روشننگری را با دوست، رفیق خوب، آیا این دوست رفیق خوب هم میتونه که ما را به راه روشن سوق بته برسانه؟ هر چیزی که بهانه باشه برای رشد عقلی ما او کمک میکنه در این قسمت. ولی علی یک موردی که شما دوست خوب میگین، ای کاش ما دوستای داشته باشیم که دوستای روشن باشن. اگر دوستای روشن باشن بهترین نعمت هستن به نظر من در شرایط امروز که شما با اونا بشینین، صحبتشان شما را فرزانه بسازه، روشن زنده بسازه. بله موارد را داشته باشن، گزینه های را داشته باشن، تحلیل های را داشته باشن، جملات و گفتار را داشته باشن و بالاخره در مجموع فکر را داشته باشن که انرژی را به شما تلقین بکنن، آینده را به شما تلقین بکنن، مثبت نگری را به شما بتن تقسیم بکنن و زندگی کردن با شما تقسیم بکنم. برعکس نباشه دیگه. پس ما باید افتخار بکنم که یک دوست خوب در کنارم است، در پهلوی چوکیم است که او جز شماست دیگه. سلامت باشین. به خاطر از این نگفتم مقصد. زنده باشین. شما لطف میکنین. ولی واقعا این است که ما مثلا در بین صدها کتاب، ممکن کتاب هایی را هم دیدیم و اگر بگیم دارم شما باز خواد خواستین او را کتاب هایی هم دارم که بهترین دیده میتن و کتاب هایی هستن که آدم روشن میسازن، دوستای هم هستن که آدم روشن میسازن، گفته ها و جملات و پیام های هم هستن در برنامه ها که میبرن آدم به طرف روشنی، به طرف روشن نگری و به طرف آینده هایی که تا بسیار دورش میتونن شما روشن ببینن که من کجا میرم، چی کار میکنم و این قابل دفاع هست نیست، درست هست نیست. یکی از جملات بسیار مشهور دانشمندا هست که مخصوصا اینها کلش مربوط به غرب میشه، چون به گفته بعضی از تحلیلگرای خود
تاریخ افغانستان هم میگن که ما در افغانستان به این معنا چی نداشتیم، روشنگری نداشتیم، یا انتقاد میکنن که ما در رنسانس نداشتیم. او جمله ای هست که میگن اگر شما بتانین به یک ذره از روشنایی در زندگی خود دست پیدا بکنین، او به شما کمک میکنه تا جاده زندگیتون رو تا حد بسیار زیاد روشن بکنین. یا اگر پیش یک کسی در شب تاریک یک چراغ خوردن باشه، میتونه راه خود پیدا بکنه پیش بره. ولی این مهم است که این چراغ روشن ما داشته باشیم. بله استاد شب، بسیار تشکر. کوتاه من حیث مهمان نمین، حیث یک دوست، مگر یک جمله کلیدی امروز برام بگویی چی خواهد گفت؟ به نظر من یک جمله کلیدی که امروز من میخواستم که در صفحه خودمان پست بکنم این هست که عقل بهترین پیغمبر هست. امروز اگر پیامبر ما دیگر نداریم، در دوران بعد از پیامبری زندگی میکنیم، عقل پیام همون پیامبر است که به ما هست. در روشنی عقل میتونیم عاقلانه زندگی بکنیم و عقلانه ارتباط داشته باشیم. تشکر استاد، سلامت باشین. وقفه میگیریم و پس از وقفه در بخش بعدی برمیگردیم.